سلام، درام جنگی دو زن رو خواهیم دید. داستان مقاومت و رنج. روزتا. فیلمی در حال هوای ایتالیای جنگ جهانی دوم و دوران گذار از فاشیست ها و موسولینی با بازی درخشان سوفیا لورن. یه خورده روغن، یه کمی عسل، یه ریز شکر. از کجا میشه این چیزا رو گیر آورد؟ اگه بگم بهتون، به آلمانا نمیگین که من خوراکیامو کجا قایم کردم. سراغ یکی دیگه از فیلم‌های به یاد موندنی و البته تلخ ویتوریو دسیکا، کارگردان صاحب نام نئورئالیست ایتالیایی اومدیم. این جوانی کیه؟ هنوزم داری اینو ازم میپرسی؟ حضور ژان پل بلموندو، بازیگر شاخص موج نو فرانسه، در این فیلم رو میشه پلی بین این جریان و نئورئالیست‌های ایتالیایی هم دونست. در آن روز شخص ایلازرنام، اهل اینا که ده مرگم به خواهرش مرتا بود، بیمار گشت. قبل هر چیز بگم که قرار نیستش چندان از تماشای این فیلم لذت ببرین. فیلمی با پایان تراژیک رو شاهد خواهید بود که رنج بی پایان زنها رو در مصائب تاریخی به نمایش کشیده. یه نورال ایتالیایی با مزه خون، تحقیر و تجاوز که نیم ساعت پایانیش حتی قرار چشماتون رو خیس کنه. فیلمی که البته باید بارها و بارها دیده بشه تا زوایای انسانی اون از جنبه‌های مختلف به نقد و بررسی کشیده بشه. چه زیرا زن بیوه‌ایه که در روم مغازه کوچکی رو اداره میکنه، اما بمباران شهر توسط متفقین و ترس جون باختن زیر آوار او رو مجاب میکنه که دست تک دخترش رو بگیره و به روستای زادگاهش برگرده، جایی در سکوت کوهستان دور از هیاهوی شهر. او برای این کار از مرد زغال فروشی به نام جیوانی کمک میگیره. اگرچه پیش از آغاز سفر شکل دوستی اونها تحت فشار جیوانی به روند نامتعارفی پیش میره، اما به هر شکل سفر آغاز میشه و چه زیرا و دخترش روزتا سوار بر قطار با بدرقه و هدیه بدرود جیوانی راهی میشن. سوالی که از ابتدا لغلغه دهان چه زیراست اینه که این جنگ بالاخره کی به پایان میرسه؟ موسولینی هنوز در ایتالیا سوار کاره و آلمانی های توی قطار قول میدن تا کریسمس پیروزی رو جشن خواهند گرفت. میگه تا کریسمس جنگ تموم میشه. اوه لعنتی، یعنی 6 ماه دیگه؟ پا خیلی طول میکشه. ازدحام و گرمای راهرو قطار البته تنها سختی مسیر نیست. قطار جای متوقف میشه و در مقابل چشم های مردان و سربازای پرشمار حاضر در قطار، تنها چزیره و دخترش هستند که عزمی راسخ برای ادامه راه دارند. اونها تصمیم میگیرن که پیاده مسیر رو ادامه بدن و چزیره از تعلیمات دوران زندگی روستایی برای حمل چمدون بهره میگیره. مسیر طولانی اونها اما دردسرهای بیشتری هم پیش پاشون میذاره. زیبایی این دو زن مردهایی از هر قماشی رو به سوی خود جذب میکنه، از پسرای فراری از جنگ گرفته تا افسرای حزب فاشیست. اما چیزی قرار نیست در مسیر اونها توقف ایجاد کنه و اونها در پایان به روستای زادگاه چزیرا میرسن و مورد استقبال دوستان و آشناهایشون قرار میگیرن. تو پاولو هستی نه؟ تو هم چزیرا هستی نه؟ هنوزم تیغ نداری ریشتو بتراشی ها؟ اینجا آغاز آشنایی چزیرا و میشله، مرد 25 ساله‌ای که به نظر میاد سرش خیلی باد داره. اگه آلمانا جنگ ببرن من خودمو میکشم. مگه آلمانا به تو چه بدی کردن؟ به خود من شخصا هیچی. خب بس چی؟ میشل ادعای روشنفکری داره و در آغاز صحبت رو با به چالش کشیدن دیدگاه‌های دیگران آغاز میکنه، اما زیبایی چزیره او رو هم مجذوب کرده و دنبال راهیه که به زن نزدیک شه، گرچه چزیره تلاش‌های او رو نادیده میگیره. آیا در نهایت چزیرا درهای قلبش رو به روی میشل باز میکنه؟ دست‌های آلوده جنگ تا کجا صورت این ماجرا رو سیاه خواهد کرد؟ من یه آدم جوان میخوام، این کار اونه نه تو. برای من ناراحت نباشی، من قبل از غروب برمیگردم. خدا بسم داشت، من برمیگردم. تصمیمات عجولانه چزیرا در نهایت چه سرانجامی رو براشون رقم خواهد زد؟ این همه با هم بریم ببینیم چی به سر میکره اومده. سینیارا، شما تا با ما بیان سینیارا. نه، خوش اومدی. آیا همونطور که میشل میگه چزیرا در نهایت در فرار از خودش ناکام خواهد موند؟ آدم نمیتونه فرار کنه، حتی از خودش هم نمیتونه. میکل کاملا حق داشت، هی فرار میکنی ولی از خودت نمیتونی فرار کنی. دعوت میکنم به تماشای این درام جنگی بشینین که با وجود تمام تلخیهاش و مرور مصیبتهایی که
در خلال جنگ ها به زنان تحمیل شده، یادآور تلاش و مقاومت اونها برای تداوم پیوند به زندگی است. روی مردانه مرگ و جنگ در تقابل با خوی زنانه مقاومت و زندگی. فیلم اقتباسی از رمان زنی از چوچاریا نوشته آلبرتو موراویا است. کتابی بر پایه تجربیات شخصی او از جنگ جهانی دوم. فیلم در اصل قراره به یک تراژدی محلی واقعی بپردازه و یک ساعت ابتدای فیلم در اصل مقدمه‌ای برای ورود به این ماجراست. ماجرای تجاوزهای دست جمعی توسط مزدورهای مراکشی در منطقه چوچاریا پس از نبرد مونت کاسینو. گفته میشه پس از این نبرد هزاران مزدور گومیر و دیگر سربازان استعماری تپه‌های اطراف رو جستجو کردند و بیش از 60 هزار زن در محدوده سنی 11 تا 85 سال تحت کنترل رفتار خشونت‌آمیز و تجاوز اونها قرار گرفتند. البته شمار زیادی از مردان هم که در مقابل این رفتار وحشیانه مقاومت کردند به قتل رسیدند. اجازه بدید کمی از متن فیلم فاصله بگیریم و پشت صحنه و حاشیه ها رو هم با هم مرور کنیم. اصلا قرار نبود دسیکا کارگردان این فیلم رو بر عهده داشته باشه و ابتدا پارامونت و جورج کیوکار پای کار بودن، اما با کنار کشیدن اونها کارل پونته فیلم رو سپرد به دسیکا. بازیگر نقش اصلی هم ابتدا قرار بود آنا مگنانی باشه، اما زمانی که فهمید سوفیا لورن رو برای نقش دخترش در نظر گرفتن اعتراض کرد و گفتش او از من خیلی بلندتره و زیبایی او نقش من رو تضعیف خواهد کرد. اما مخالفت مگنانی با بازی سوفیا لورن به کنار گذاشتن خودش منجر شد. در نهایت نقش مادر به سوفیا لورن داده شد که در اون زمان تنها 25 سال سن داشت و نقش دختر هم به النورا بران رسید، دخترکی 11 ساله. البته هر دو در فیلم از سن واقعی بزرگتر به نظر میان. ژان پل بلموندو بازیگری بود که با اصرار سرمایه‌گذار فرانسوی به پروژه اضافه شد، چرا که اعتقاد داشتند حتما در فروش فیلم در فرانسه نقش موثری خواهد داشت. او که به طور متقاعد کننده ای کاملا در برابر تیپ بازی میکنه، شلوغ ترین سال حرفه‌ای خودش رو پشت سر میگذاشته. بازی در فیلم دسیکا یکی از 7 پروژه که او در سال 1960 در اونها ایفای نقش کرده. البته بلموندو ایتالیایی بلد نبوده و صداش برای فیلم دوبله میشه. در یکی از خاطراتی که بلموندو از فیلم دو زن تعریف میکنه میگه در صحنه بوسیدن چزیرا ما منتظر بودیم که کارگردان بالاخره کات بده، اما اونجا فهمیدیم که دسیکا خوابش برده. اگه روزتا ما رو میدید دیگه نمیتونستم تو روش نگاه کنم. دو زن میتونست یکی از شانس‌های اصلی دریافت اسکار بهترین فیلم خارج زبان 1960 باشه، اما فیلم با 2 روز تأخیر به آکادمی آوارد ارسال شد تا اصلا در لیست نامزدها قرار نگیره. به هر حال دسیکا با 4 جایزه اسکار همیشه نشون داده که مورد توجه آکادمی آوارد بوده. عوضش سوفیا لورن در کمال شگفتی اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن رو دریافت کرد تا اولین خارجی زبانی باشه که این جایزه رو به دست میاره. البته خودش به دلیل ترس در مراسم حضور نداشت و اولین کسی هم که خبر رو بهش داد هم بازی سابقش کری گرانت بود و به این ترتیب گریر گریسون جایزه رو به نیابت از او دریافت کرد. سوفیا لورن صحنه فریاد زدن بر سر اون فرمانده نظامی در جیپ جنگی رو مهمترین لحظه در زندگی حرفه‌ای خودش دونسته. میدونین اون قهرمانایی که بهشون افتخار میکنین چی کار کردن؟ او ادعا میکنه دسیکا هم درگیر داستان شده بود و هنگام فیلمبرداری صحنه‌های احساسی مرتب گریه میکرد. مطابق معمول بریم با مرور چند سکانس این ولاگ رو به پایان برسونیم. مامورای حزب فاشیست دنبال سرباز فراریا میگردن و توجهشون به دخترک جلب میشه و قصد نزدیک شدن به او رو دارن و اینجا با مقاومت شدید چزیرا مواجه میشن، چیزی که گویا بهش عادت ندارن. ما میتونیم در ستادمون بهتون جا بدیم، شما این دخترک میتونین اونجا بهمون کمک کنین. خب کوچولو دوست داری بیای اونجا؟ میای اونجا کار کنی؟ این کارو نگردار واسه آبجیت. دستتو بکش کنار، مرد خونه منو به جوش نیار. دست به اون بزنی مخت رو میریزم تو دهنت. چی کار میکنی خانوم؟ اونا آدم های محترمی هنون. میشل بالاخره دست از لالبازی ور میداره و به چزیرا ابراز عشق میکنه، اما با جواب منفی او مواجه میشه، چرا که او همه عشقش رو برای دخترش کنار گذاشته. و
ولی با تو رو راست نبودم. با من بیا، داره بارون میگیره. من تو رو دوست دارم چه زیرا. با این همه بدبختی که داریم تو چطور میتونی فکر عشق عاشقی باشی؟ حتی اگه تو دوستم نداشته باشی، اینو گفتم چون این واقعیته. تو هیچ وقت به عشق فکر نمی‌کنی؟ من نه، من دخترم واسم کافیه. روزتا به خاطر اتفاقات تلخی که افتاده مادرش رو مقصر میدونه و با فاصله گرفتن از او با جوون راننده کامیون هم آواز میشه. تو دوست داری برقصی؟ آه اونو ولش کن، اون هنوز 13 سالش هم نشده. امشب ما فقط باید بگیریم بخوابه. کی آسایی داره بخوابه؟ حالا دیگه موقع رقصه. چرا؟ خیلی خب، پس با من بیا دیگه. آیگانا شرلدو دیگه، حالا بخون دیگه. از اینکه کانال کلوس رو دنبال میکنید ممنونم و امیدوارم بقیه ویدیوهای پلیلیست سینمای کلاسیک رو هم به تماشا بشینین و دیدنش رو به دیگران هم توصیه کنین.